سلام، من آیلار هستم و به یک ویدیو دیگه از چنل من خیلی خوش اومدید. امروز میخوام براتون از مرگ بیرحمانه 30,000 نفر توی یک روز صحبت بکنم، اون هم به دست بلاهای طبیعی. و از همه جالبتر این که فقط و فقط یک نفر تونست از این اتفاق جون سالم به در ببره. این داستان شنیدنش خالی از لطف نیست و شما رو به شنیدن داستان دعوت میکنم. در 23 آوریل سال 1902 میلادی، خروج دودی از دهانه آتش فشانه مونتپله در جزیره مارتینیک واقع شده در اطراف کارائیب مردم رو به وحشت انداخت. این دود در همون ساعتهای اولیه کاملا از بین رفت و محو شد، اما یاد ساکنان اون منطقه باقی موند و همه اونها می دونستن که این آتیش زیر خاکستره. تا یک ماه هیچ خبری نبود، تا اینکه یک شب با صدای بلند و ترسناک آتش فشان شروع به فوران کرد، به حدی که گدازه ها از کوه پایین اومده و به سمت مردم جاری شدند. اینجا همون جایی بودش که مردم تصمیم گرفتن جزیره مارتینیک رو ترک کنن و به جزیره سنت پیر برن که در فاصله 10 کیلومتری از این جزیره قرار داشت. اما بر اثر حرکت این گدازه ها 150 نفر چون خودشون را از دست دادن بدون اینکه حتی به جزیره سنت پیر برسن. در این مرحله بود که فوران به اوج خودش رسید. افزایش گدازه ها و پایین اومدن اون از سطح کوه و نزدیک شدن به مردم و ساحل برای بقیه بسیار بسیار خطرناک. این آتش فشان یک روز کامل در حال فوران بود، تا اینکه روز بعد اتفاق جدیدی می افته. ایجاد سونامی در روزهای بعدی مردم رو کاملا از رسیدن نیروهای امداد ناامید می کنه. 28,000 نفر از اهالی سنت پیر در اثر افزایش گدازه و از طرفی سونامی جون خودشون رو از دست دادن. این افراد یا بر اثر مشکلات تنفسی از بین می رفتن یا با برخورد با گدازه ها یا در اثر سونامی. جمعیت تا اون لحظه در شهر 2800 نفر تا 30,000 نفر بود که هنوز زنده بودن و امید این رو داشتن که به کمکشون بیان. به خاطر دود غلیظی که از آتش فشان ساطع شده بود، مردم به این باور بودن که ممالک اطراف این دود رو میبینن و به کمکشون میان. در این حد فاصله 1 الی 2 روز که مردم منتظر کمک از ممالک دیگه بودن، موج جدیدی از فوران‌ها آغاز شد. موجی بسیار وحشتناکتر و قویتر از قبل که باعث مرگ 2,000 نفر دیگر هم شد. در مرحله سوم فوران تنها 800 تا 1,000 نفر زنده بودند که این افراد توسط موج سوم کاملا از بین رفتند. و اما یک بازمانده از میون تمام این همه بدبختی و بدچانسی، فقط یک نفر جون سالم به در برد. راجر سیلبریز تنها کسی بود که تونست زنده بمونه. راجر یکی از بومی های جزیره مارتینیک بود که در سال 1874 در خانواده فقیر متولد شد. اون کارگر فصلی جزیره سنت پیر بود. اون میگه که از روز اول که آتش فشان شروع به فوران کرد
ما زبانه‌های آتش رو می‌دیدیم، اما کارفرماهامون به ما اجازه دست کشیدن از کار رو نمی‌دادن. در ادامه در شهر شلوغ مملو از ترس، در این میان راجر با شخصی دعواش میشه و در اثر این دعوا اون شخص میمیره و راجر محکوم به حکم اعدام در فردای اون روز میشه. درست همون فردایی که 30,000 نفر از اعضای اون رزیره به کام مرگ کشیده شدن به جز خود راجر. مقامات راجر رو به زندان سنت پیر که استحکامات کاملا زیادی داشت و غیر قابل نفوذ بود منتقل کردن. اونها راجر رو وارد این زندان کردن، اما وارد پایین ترین نقطه این زندان، در قسمت سیاه جان و در سلول های انفرادی یک در یک. این سلول های انفرادی به صورت 1 متر در 1 متر بدون هیچ نوری، کاملا سرد و مرطوب بوده. حدود چند روز بعد از آروم شدن کوه آتشفشانی مونپله، نیروهای کمکی به جزیره سنت پیر رفتند تا نجات یافتگان و بازماندگان رو از اون اذیت رهایی بدن. اما هیچ نجات یافته و بازماندهی به چشمه میخورد و وجود نداشت. اونها همینطور که شهر رو میگشتن به سمت زندان هم رفتن. از زندان صدای بسیار آرومی تقاضای کمک میکرد و این صدا کسی نبود جز راجر سیلبریز تنها که توی سیاه چاله این زندان زنده پیدا شده. راجر اضافه میکنه که از ابتدای صبح کوه به شدت شروع به لرزیدن کرد و به شدت داغ شد. سلول من به حدی داغ شده بود که پوست بدنم از شدت حرارت جمع شد. پاک بودن فضای داخل سلول و سمی بودن هوای بیرون باعث زنده موندن راجر 32 ساله شده. بعد از نجات دادن راجر، اونها دلیل حکم اعدامش رو ازش پرسیدن و اون هم در کمال صداقت پاسخ داد: من مدتی پیش با یکی از بزرگان شهر سنت پیر به مشکل خورده بودم و این دعوا بهانه‌ای بود که اون من رو از راه خودش برداره. بعد از تمام بلاهای طبیعی و غیر طبیعی که به سر راجر اومده بود، اون به استخدام یه سیرک در اومد و به عنوان خوششانس ترین مرد دنیا شروع به جمع کردن ثروت خودش کرد. از قضا کارش درآمد خوبی هم داشت و به شهرت و ثروت زیادی دست پیدا کرد. اون برندی محصولات خودش رو راه انداخت و در سال 1929 در آرامش و در ثروت جون خودش رو از دست داد. انتهای این داستان منو به شدت یاده شاهکاری از فردوسی انداخت، زمانی که سیاوش بدون هیچ گزندی از آتش عبور میکنه و فردوسی در اون لحظه چنین شعری میگه: تو بخشایش پاک یزدان بود، دم آتش و آب یکسان بود. دوستان خیلی ممنونم که با صبر و دقت فراوون یه ویدیوی دیگه از منو تا انتها مشاهده کردید. یه دنیا ازتون ممنونم. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و حتما اون زنگوله رو فشار بدین. نظری، پیشنهادی، انتقادی، غزلی، قصیده‌ای، چیزی هم داشتید میتونید برام کامنت بکنید. یه دنیا ممنونم. همتون رو دوست دارم.